سومین روز بهمن ماه برابر با 23 ژانویه، سال 643 خورشیدی برابر با 1265 میلادی، پارلمان انگلستان آغاز به کار کرد تا به تدریج حکومت این کشور را به حکومتی پارلمانی تغییر دهد. سال 714 خورشیدی برابر با 1336 میلادی، کشته شدن شیخ خلیفه مازندرانی رهبر نهضت سربداران خراسان به دست مغولان. سال 1161 خورشیدی برابر با 1783 میلادی، زادروز ماری هنری بیل، معروف به استاندال، ادیب و داستان نویس فرانسوی. سال 1235 خورشیدی برابر با 1857 میلادی، نیروهای اعزامی انگلستان به ریاست اوترام پس از 6 هفته نبرد خیابانی بندر بوشهر و حومه آن را تصرف کردند تا دولت تهران مجبور به صرف نظر کردن از شهر هرات و غرب افغانستان امروز شود. سال 1249 خورشیدی برابر با 1871 میلادی، در جریان جنگ های پروس و فرانسه پس از محاصره پاریس، فرانسه از پروس تقاضای صلح نمود. سال 1294 خورشیدی برابر با 1915 میلادی، در جریان جنگ جهانی اول چند ایرانی در آلمان نشریه کاوه را به زبان فارسی منتشر ساختند که این نخستین جریده فارسی است که توسط ایرانیان در اروپا منتشر شد. سال 1310 خورشیدی برابر با 1932 میلادی، میان ایران و جمهوری ترکیه موافقت نامه مرزی، حکمیت و پیمان مودت امضا گردید. سال 1328 خورشیدی برابر با 1950 میلادی، توسط پارلمان اسرائیل شهر بیت المقدس به عنوان پایتخت این کشور تعیین شد. سال 1340 خورشیدی برابر با 1962 میلادی، در پی تظاهرات گسترده تهران دکتر مهدی آذر، دکتر غلام حسین صدیقی و دکتر سنجابی بازداشت شدند. سال 1352 خورشیدی برابر با 1974 میلادی، دادگاه تجدید نظر نظامی به ریاست سرلشکر احمد بهرون رأی خود را علیه متهمین سوء قصد به خانواده سلطنتی صادر کرد. به موجب رأی صادره، تیفور بطهایی، خسرو گل سرخی، کرامت الله دانشیان، عباس علی سماکار، محمد رضا علامه‌زاده محکوم به اعدام و 7 تن دیگر به 2 سال تا حبس ابد محکوم گردیدند. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، ستادی مرکب از روحانیون و گروهی از اقشار مختلف مردم تهران تشکیل شد تا از آیت الله خمینی در روز ورودش به ایران استقبال شود. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، آیت الله خمینی در آخرین مصاحبه خود با تلویزیون فرانسه گفت برای تغییر رژیم فشار افکار عمومی به معنی قانون است.